مدل و روغن کمپرسورهای های کریر وقتی قطعی برای کمپرسور کریر درخواست می کنید تنها دانستن مدل کمپرسور کافی نیست بلکه شماره سریال کمپرسور را نیز باید دانست شماره سریال کمپرسور برای کمپرسورهای های سفشیش دی و 06E و سفشیش سی C وجود دارد شماره سریال کمپرسورهای های نو و کمپرسورهایی هایی که توسط شرکت کارلایل تعمیر شده و کمپرسور نو محسوب نمیشوند فرق دارد. شماره سریال شامل ده کاراکتر است و همانند شماره مدل هر کاراکتر یا چند کاراکتر مشخص کننده یک ویژگی است. اولین دو کاراکتر نشان دهنده هفته ساخت کمپرسور است. برای مثال هفته اول ماه ژانویه ماه اول اعداد سه و 4 مشخص کننده ی سال ساخت کمپرسور است برای مثال 95 مشخصه بعدی نشان دهنده محل ساخت یا تعمیر کمپرسور است. در کمپرسورهای تعمیر شده، کاراکتر ششم حرف D یا E است. اعداد بعدی مشخص کننده ویژگی هایی است که برای تهیه قطعه نو برای کمپرسور به همراه مدل کمپرسور با آن نیاز است. روغنکاری داخلی و برگشت روغن برای درک بهتر روش کار کمپرسور و توانایی در تعمیر کمپرسور کریر و رفع مشکلات آن بایستی روش روغنکاری و برگشت روغن کمپرسورهای های سفشیش ای و سفشیش دی را بدانیم. هرچند هر دو مدل کمپرسور از یک روش روغنکاری استفاده می کنند. روغن از کارتر و از فیلتر روغن عبور کرده و پس از گذر از لوله مسی موجود در کارتر وارد پمپ روغن می شود و در قسمت های مختلف از طریق سوراخ موجود در میلنگ فرستاده می شود. پیستون ها، شاتون ها، رینگ، دژنگ پین و دیواره سیلند از طریق روغن موجود در کارت روغنکاری می شود. پمپ روغنی که در مدل سف شیش دی و سف شیش ای استفاده می شود مشابه یکدیگر است. میلنگ باعث چرخش قطعی کوچک در پمپ روغن می شود که با پیچ آلن به میلنگ متصل می شود که آن نیز به نوبه خود وظیفه گرداندن قطعی مدور که روغن را رو پمپ می کند دارد. فشار معمول روغن در این تصویر نشان داده شده است. مبردهای جدیدی که برای کمپرسورهای کارلایل استفاده میشوند نیاز به روغنهای جدیدتری نیز دارند. روغنهای سنتتیک با روغنهای مدنی که قبلا استفاده میشد متفاوت هستند. روغن پلی استر برای مبردهای جدید کاربرد دارد و جاذب رطوبت قوی است و به دلیل کیفیت این روغن، میزان کمتری روغن نسبت به گذشته مورد نیاز است. در هنگام استفاده از روغنهای جدید بایستی دقت شود این روغنها در معرض هوای آزاد قرار نگیرد در تصویر انواع روغنهای مورد استفاده در کمپرسورها را میبینید که در فیلم روغنهای کمپرسور به صورت کامل شرح داده شده است زمانی که روغن را به کمپرسور اضافه می کنید یا روغن را تعویض می کنید حتما به دستورالعمل کارخانه سازنده مبنی بر استفاده از نوع روغن توجه کنید. رگلاتور فشار روغن همانطوری که می بینید برای ثابت نگه داشتن فشار در سیستم استفاده می شود. رگلاتور فشار روغن در تمام مدل های قدیمی صفر شیش مانند تصویر وجود دارد که روغن را بالای سطح روغن کارتر اسپری می کند و روبروی ساید گلس بود. در تمام کمپرسورهای جدیدتر سیف 6 دی ریگلاتور جدیدتر روغن در زیر سطح روغن قرار دارد. بنابراین مزیت رگلاتورهای قدیمی که روغن را رو به خط متعادل کننده روغن در کمپرسورهای چندتایی موازی اسپری می کردن را ندارد. در مدل قدیمی محل پاشش روغن روبروی ساید است بود توجه کنید رگلاتور روغن در کمپرسورهای صف ای در قسمت بوش پمپ روغن کمپرسور قرار دارد تمام کمپرسورهای سیلن پیستونی مقدار کمی روغن را همراه با گاز فریونی کمپرس شده به سیکل تبرید میفرستند کمپرسور و طراحی سیستم بایستی به گونه باشد که روغن بتواند با همان نرخی که کمپرسور را ترک می کند به کمپرسور بازگردد. روغنی که به کمپرسور باز می گردد بایستی از گاز جدا شود و به کارتر کمپرسور بازگردد. برای رسیدن به این هدف چند راه وجود دارد. دیاگرامی که در شکل می بینید شماتیکی از کمپرسور سف دیست. در تصویر سمت چپ گاز از قسمت یک هوزینگ موتور وارد کمپرسور میشه و در کمپرسورهای صرف 6 دی قسمت هوزینگ موتور به دلیل ظرفیت بیشتر بزرگتر است و وقتی گاز وارد می شود حرکت آن کند می شود و روغن اجازه می یابد تا به پایین هوزینگ بریزد که با عدد دو در تصویر نشان داده شده است و روغن به این صورت به کمپرسور باز می گردد اما هنوز به کارتر وارد نشده است. عدد سه محلی است که کارتر از هوزینگ موتور جدا می شود. چندین روش برای ورود روغن به کارتر وجود دارد که وابسته به طراحی کمپرسور متفاوت است. در کمپرسورهای های شیشه دی یک شیر یک طرفه و یک اوروفیس پایین تر از سطح روغن قرار دارد. در شکل سمت راست از سیستم ونت برای ذمیدن گاز استفاده می شود. این روش باعث کاهش فشار کارتر می شود. اختلاف فشار ناچیز باعث وارد کردن نیرو به روغن و ورود آن به کارتر می شود. بدون سیستم ونت شیر یک طرفه بسته باقی می ماند و روغن توانایی ورود به کارتر را پیدا نمی کند. اسپینر تویو که در سمت راست نشان داده شده مانند یک پمپ سانترفیوژ برای ونت کردن کارتر و به وجود آوردن اختلاف فشار عمل می کند و چرا شیره یک طرفه هنوز وجود دارد چرا نبایستی مسیر بین کارتر و هوزینگ موتور باز باشد زیرا در شروع راهاندازی و تغییر ناگهانی در فشار و بار فشار کارتر می تواند بیشتر از فشار قسمت هوزینگ موتور برای مدت کوتاهی بشود. شیر یک طرفه برای جلوگیری از دست دادن روغن کارتر به کار می رود. در کمپرسورهای صرفشیش ای بازگشت روغن داخلی کمپرسور با کمپرسورهای سیف شیش دی متفاوت است. همانطوری که قبلتر گفته شد کمپرسورهای سیف شیش ای به طور قابل ملاحظه بزرگتر از کمپرسورهای سیف شیش دی هستند. هرچند هوزینگ موتور در هر دو مدل دارای قطر یکسان است. همچنین حجم هوزینگ موتور برای کمپرسورهای سیف شیش ای و دی یکسان است. اما حجم گازی که جابجا می‌کنند یکسان نیست. در نتیجه سرعت گاز در هوزینگ موتورهای کمپرسورهای صف ای زیادتر است. سرعت زیاد گاز ساکشن که به موتور وارد می‌شود به روغن همراه با بخار گاز اجازه نمی‌دهد تا از گاز جدا شود که در کمپرسورهای صف دی جدا می‌شود. گاز و روغن مستقیما وارد سیلند می‌شوند. از رینگ روغن با طراحی خاص استفاده می شود تا روغن از روی دیواره سیلنگ پاک شود و به کارتر بازگردانده شود. به دلیل اینکه روغن در کمپرسورهای 06 ای به کارتر توسط رینگ باز میگردد، نیازی به کاهش فشار کارتر نسبت به فشار هوزینگ موتور نیست. هرچند فشار کارتر از طریق مسیر قرمز رنگ به هوزینگ موتور ونت می شود. یک اوریفیس در فضای بین کارتر و هوزینگ موتور نصب می شود. ونت از افزایش فشار کارتر جلوگیری می کند که باعث از دست دادن روغن می شود. به صورت معمول فشار کارتر در کمپرسورهای سفشیش ای کمی بالاتر از فشار هوزینگ موتور است. اختلاف فشار دو پیس آی مشکلاتی را برای رینگ ها، پیستون ها و یا سوپاپ ها به وجود می آورد. به همین دلیل از یک اوریفیس استفاده می شود که سطح روغن را زمانی که روغن بیش از اندازه شارژ شده باشد ثابت نگه می دارد. و اگر سطح روغن به اوریفیس برسد روغن اضافی از طریق اوریفیس به بیرون فرستاده می شود تا همراه گاز در سیکل سیرکوله شود نگه داشتن سطح روغن در طول عمر کمپرسورها موضوع مهمی است در صورت بالا رفتن روغن از ساید که یکی از مشکلات عام کمپرسور های سیلم طول عمر کمپرسور کاهش خواهد یافت در کمپرسورهای های سف ای که با سطح نامناسب روغن کار می کنند باعث افزایش دمای 20 تا 30 درجه فارنهایت داغتر شدن کمپرسور نسبت به حالت طبیعی و افزایش جریان یا همان آمپر مصرفی کمپرسور و ضربه زدن میلنگ به سطح روغن می شود همچنین گهگاه باعث پر شدن هوزینگ موتور با روغن می شود. این پدیده باعث ضربات روغن در سیلند و در زمان راهندازی کمپرسور می شود و احتمال به وجود آوردن مشکلات مکانیکی مانند پاره شدن واشرها، شکستن سوپاپ ها و یا شاتون ها را افزایش می دهد. اگر سایدگلس پر از روغن باشد روغن مجبور می شود از طریق اوریفیس از کارتر خارج شود و همچنین پیشنهاد می شود بر اساس نوع کاربرد و مدل کمپرسور از روغن های مناسب استفاده کنید.